سلام دوستان من مرداد هستم اینجا آشپزخونه خودت آشپزخونه مرداد پزه امروز میخوایم با همدیگه بحث روغنا رو پیش ببریم ببینید با گرون شدن روغن مخصوصا توی رستورانا که مصرف روغنشون خیلی زیاده الان دیگه تقریبا میتونم به جرات بگم که هیچ روغنی رو یک بار استفاده نمیکنن روغن چندین بار استفاده میشه توی رستوران های خیلی بزرگ که دستگاه تصویه روغن اومده اصلا دستگاه صنعتی اومده که بتونن کیفیت روغن بالا نگه دارن و از اون روغن چندین و چند مرتبه استفاده کنن خب تکنولوژی هم که رفته بالا تو این سالها قدیم یادتون باشه میگفتن یه روغن و دوبار گرمش نکنید دیگه روغن دوبار گرمش کنید روغن سرطانزا میشه حالا درست و غلط ولی این دیدی بود که عموم مردم داشتن ولی با اومدن روغن های سرخ کردنی که درجه حرارت خیلی بالایی رو تحمل میکنن شما یه روغن رو میتونید دو تا سه مرتبه هم استفاده بکنید ولی باید روغن تو بشنسی که آیا این روغن آیا هنوز قابل استفاده است یا روغن ممکنه بوی غذاهای مختلف رو بگیره این روغن رو چجوری میتونم اون بو رو کمترش کنم یا از بین ببرمش که واسه یه غذای دیگه ازش استفاده بکنم تا آخر این ویدیو با من باش این مسئله رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم خب الان اینجا من یه روغن دارم که دو بار ازش استفاده کردم اولین بار توش سیب زمینی سرخ شده دومین بار توش سوسیس سرخ کردم الان میخوام اینو بریزم داخل ظرف ببینید نه اولا که روش رو میریزم این تهش رو میبینید ذرات معلق داره این تهش رو نمیریزم و اینو من نگر داشتم که شما اینو ببینید خب و اینا روغن رو میخواید صاف کنید بهترین راه صاف کردن روغن اینه که روغن رو یه خورده گرم که هست از یه پارچه تمیزی پارچه متخال عبورش بدید که تمام ذرات معلق روغن رو بگیره از توی صافی ردش نکنه چون اون ذرات انقدر ریزن که از ریزترین صافی هم رد میشن ولی اون پارچه متقال سفید که باشه خیلی تمیزه خب حالا الان نگاه کنید این روغن رو من گذاشتم گرم شده حالا الان میخوام چه کار بکنم ما با این دوتا کار میتونیم بکنیم ببینید زمانی که میخواید بوی این روغن رو از بین ببرید چاره کارش چیه؟ جعفری چند تا برگ جعفری رو داخل روغن میندازید همونجوری نمیخوادم همش بزنید همینجوری که میندازید داخل روغن یه تقریبا یه ذره که نیمه سرخ بشه نه که جفری یا کامل سرخ بشه نیمه سرخ بشه یه بوی زیادی از روغن شما رو جذب میکنه بعد جعفریاشو در بیارید اون چیزی که میخواید دو داخلش سرخ بکنید بعضی وقتا اصلا واقعا بوی روغن رو صفر میکنه یا بستگی روغن تو چقدر بو بده یا اگه بو داشته باشه بوش رو خیلی کمتر میکنه دومین راه برای اینکه ببینی روغن قابل استفاده هست یا نه استفاده از نونه ببینید یه تیک نونو من میذارم داخل این روغن خب این شروع میشه سرخ شدن اگه یه ذرات سیاهی اومد دور این نون جذب شد و شما دیدید این ذرات سیاه و این روغن دیگه قابل استفاده نیستش ولی اگر ذرات سیاه و دور نون ندیدید یعنی این روغن رو میتونید دوباره ازش استفاده بکنید حالا میگم این روغن بار سومشه حالا ببینیم این اتفاق میفته درش یا نه هنوز قابل استفاده است خب الان همینجوری که میبینید این نون سرخ شده و هیچ ذرات سیاهی دورش نیستش پس این روغن قابل استفاده است و من میتونم ازش استفاده کنم اگه بوی بدی هم بده که میتونم با جعفری این بو رو بگیرم معمولا سیب زمینی رو چون روغن زیادی واسه سرخ شدنش استفاده میشه میتونید بعد اون واسه یه غذای دیگه از اون روغن استفاده کنید چون معمولا روغن سیب زمینی بوی بدی نمیگیره یا بوی ناخوشایندی نمیگیره که بقیه غذاها رو تحت شعا قرار بده واسه روغنای سرخ کردنی دارم اینو میگم و نه همه روغن روغنهایی که درجه حرارت بالا رو تحمل میکنن ولی اگر براتون مقدوره تا اونجایی که امکانش هست یه روغن رو چند بار داغش نکنید من خودم اصلا حس خوبی ندارم به این قضیه ولی خب دیگه متاسفانه چاره چیه دیگه مشکلات اقتصادی گرونی و همه این داستانا رو ما داریم امیدوارم که این ویدیو به دردت خورده باشه اگه با ویدیو حال کردی یه لایک این پایین اونو حتما بزن یادت هم نره که جات اینجاست مخلص